افغان ولسمشر غني او ورسره مل پلاوي نن امریکا ته ولاړي. ټاکل شوی چې ولسمشر غني د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن د امریکا د سنا او لسی جرګې له غړو سره وویني او پر افغان سولې خبرې ورسره وکړي. د چارو څارونکي بیا وایي چې جو بایدن به له ولسمشر غني او عبدالله عبدالله څخه وغواړي چې له طالبانو سره ژر تر ژره سوله وکړي او کله چې سوله وسوله وروسته تر هغه به امریکا له افغانستان سره مرستو کولو ته ادامه ورته ورکوي. یو شمېر نور کسان بیا وایي لکه څنګه چې لازم وه هغسې د ډیپلوماټیکو اصولو له مخې تشریفات ولسمشر غني ته او ورسره مل افغان پلاوي ته نه ونیول سي. سلامونه، زه ریم خان شیدم، د کابل نیوز د ډیالوګ خپرونې ته مو هرکلی کوم. غواړو نن د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره د چارو څارونکي احمد سیدی راسره دی. سیدی صاحب، تاسو هرکلی وایو، ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکوي. تاسو په تیر کې افغان ډیپلومات په توګه باندې هم دنده ترسره کړې ده او یو ډیپلومات پاتې شوي یاست. د ډیپلوماټیکو اصولو له مخې ولسمشر غني ته چې کوم تشریفات نیول شوي وه، فکر کوي لکه څنګه چې لازم وه هماغه ډول تشریفات وه او که په اصطلاح باندې لازم تشریفات نه وه ورته نیول شوي؟ مننه کوم. متاسفانه ټولو دنیا ته معلوم ده چې یو اوچ ډیپلوماتیک ده، یو اخلاق ډیپلوماتیک ده. بله، د اشرف غني په باره کې په امریکا کې له تیارې نه کوسو، نه اوف ډیپلوماتیک وواتسو، نه اخلاق ډیپلوماتیک، البته له امریکا د طرف دي. د دې لپاره چې تقاضا د امریکا نه و، اشرف غني زیات اصرار کړی و چې زه باید په امریکا کې دعوت شم. یعنی امریکایان بالاخره مجبور شو چې دی دعوت کړي. دی بیا غوښتل چې یوازې لاړ شي د خپل ښځو سره، بیا نه امریکایان نه متل ډاکتر عبدالله یې ورسره زمین ده. خوابه مشکل داره و چی پخا چی حمد کرزه یا نور بشتران پا امریکا که دعوت کیدل مخصوص تیاری در امریکا نرسلل ها با پا تیاره که سپوری دل بیان امریکا تطلل ده مجبور شد امیار که لاره چه از اونه مشکل ها. بخبر عبدالله چی یوازی دکتر عبدالله و شفقینی میدیا دعوت سوی، اما نور چی اصاره دی چی امرولا ساله دی محب دی دعو خیدی دی دعو دال تپلی دی دا دعوت میدی سوی. در این پاره تلیلی چی نابگیری بود، یعنی حق سفر چه اشرف غنی پای امریکا کلیلی چی جوایدن یوازی در عبدالله غنی سر بود. نور یعنی دا خلق واری چی لامکانات مادی و معنوی استفاده بود که نور داری چی در اشرف غنی سر تلیلی چی نابگیری بود، یعنی در کنگرس بباره که در نور امریکایان بباره چی حد یقل ملاقاتون در اشرف غنی زیاد چی یو روزانه پیدا چی. بله، اما زمان باور مرمانی مهربانی سیدی صاحب، باور می است که آقای جو بایدن اون چی که پشت درهای بسته است یا در روبروی رسانه ها از ظاهرن می گویه که ما در کمک ها خود به افغانستان ادامه می دیم، خروج از اساکر ما حتمی است، برگشت ناپذیر است، ما عملی می کنیم. اما چیزی که از آقای غنی تقاضا دارد می گوید که شما فرصت های زیادی را بخاطر ادامه قدرت به خاطر سول از دست دادین، بدن وقت که شما بر بگیرین به کابل هرچی آمادگی باید بگیرین به خاطر پذیرش حکومت عبوری و مرقت استدلال دیگه که انتخابات میشه و چین فلان کار میشه اینا رو نکنین. یعنی یک التماتوم بیته به خاطر پذیرش حکومت عبوری و مرقت. و همچنین اخبار و جراید امریکا هم نشان میده که دیگر امریکا عملا در ظاهر هم با قوات های مسلح همکاری میکنه، دیگر برای حاکمیت ما نیست. من فکر میکنم که منحیسی رئیس جمهوری افغانستان سفر اول و آخر آقای غنی خواهد بود به امریکا و بس. بله، دا چې په سفر کې به ولسمشر غني څومره لاسته راوړنې ولري او که به ونه لري، پر هغه باندې به وروسته بس سیدي صاحب کوو. تاسو یو یادونه وکړله چې مخکینی ولسمشر حامد کرزی به چې کله امریکا ته بې سفر درلودی د امریکا له خوا څخه به په تیاري کې تللی، خو دا ځل چې ولسمشر غني تللی په کامیر هوایي شرکت یو تیاري کې تللی دی، فکر کوي دا هم که څه هم افغان چارواکي یا د ارګ میشتي
ویاندویان دا د حکومت یو لاسته راوړنه بولي چې د افغانستان د یو هوایی شرکت په تیاری کې سفر کړی. تاسې یې لاسته راوړنه نه بولي او که څنګه یو بله پوښتنه چې هغه ډېره زیاته مهمه ده، کابل نیوز چې کومه کاپي د افغان پلاوي ترلاسه کړې ده چې امریکا ته یې سفر کړی دی، هماغه پلاوي په لیست کې د کوچني هلکانو نومونه او د ښځو نومونه، البته هغه ښځې چې حکومتي چارواکي نه دي یا حکومتي دندې نه لري، د هغو نومونه هم پکې لیدل کېږي. څه فکر کوئ دا څه معنا لري؟ کوچني هلکانو نومونه ولې په دغه لیست کې شته؟ آقای مهم خانم خود و اطفال خود برده، یک تعداد کسای دیگه هم برده. به اصطلاح فوتبال یک اصطلاح است، اگر شوخی حساب نشه، میگه کجا میری؟ میگه هم دیدن یار هم پرسه منصور، هم میرم یارو میبینم من فلانی رو فاطمه تو. ما همیشه مسخره بودیم. البته هیئت افغانستان معمول است عرف دیپلماتیک اخلاق دیپلماتیک من اول به کار بردم. کسانی که دعوت میشه مصارفش کشور میزبان میپردازه. قبلا که آقای فرزه دعوت میشد تمام هیئت مصارفش امریکا میپرداخت. حالا به استثنای آقای عبدالله و آقای قری دیگه مصارف امریکا نمیپردازه. کرایه تیاره مصرف جای هم از بودجه افغانستان است. بران وقتی از بودجه افغانستان اینا ناسا و ناسخان و همه خودم همه رو بردن اگنا هست میخورن، بشاید اینا رو دوباره پس نیارن، چون میفهمن که پس آمدن ما باست به خاطر رفتن با فامیل که وقتی میخواییم ترک کنیم کابل کم مشکلات داره، بعض فامیل ها خودمون جو برای میش میمانن. بله. او یو بل پرستانه چې د هیوادونو ترمنځ چې کله ولسمشران یا شاهان یا باچهان سفر کوي، تشریفات ډیر ځانګړي تشریفات ورته نیول کیږي. ولسمشر غنی افغان پلاوي ته چې دغه څنګه چې لازمه و هغسې تشریفات نه ورته نیول شوي، فکر کوي چې لامل یې څه دی او څه معنا لرلی سي، څه پیام ورته ورکولی سي، د دې څخه مټ څه پیام اخیستلی سو هم افغانان؟ ما اول خدمت شما عرض کردم که وقتی کشوری رئیسی کشوری از یک کسی دعوت میکنه، اصولی تشریفات از الف تا یا مراد میکنه. من گفتم که این سفر به اصرار، پافشوری، خواهش و لابیگری آقای قنی صورت گرفت. یعنی امریکا مجبور شده که دعوت کنه در اثر فشارهایی که از لابیگری ها شده، ولی قلبن نبوده. بنابراین وقتی آدم یک مهمان را به زور خانه خود دعوت میکنه، خیلی نان مقبولی هم بگو نمیده. بله. او سیدی صاحب، په دې وروستیو کې د طالبانو جګړه ډیره زیاته شدیده سوې ده، زیاته سوې ده، پرله پسې ولسوالۍ سکوت کوي او پوستې پرته له ټکو ټوک او پرته له مقاومت ورته تسلیمیږي. په کور دننه لا هم ولسمشر غني نه دی توانېدلی چې یو ملي اجماع رامنځته کړي. له دې سره سره له پاکستان سره مو ویل کېږي چې پټې معاملې لري او پټې معاملې ورسره کړي دي. فکر کوي چې که غني چې اوس امریکا ته تللی دی، هلته به ډیر ټینګار یا ډیر پوکس پر څه شي غواړي؟ به پر کومو موضوعاتو باندې د امریکایي چارواکو کینا ته حاصل کړي یا د دوی رضایت ترلاسه کړي؟ با عرض معذرت چې شما میگن آقای قینی به خاطر از دست دادن رسوایی معامله پنهانی کرده، من باور ندارم. عفو میخواهم که دلیل بگم. نظر نه دیگه، دا چارو د څارونکو نظر دی. مهرباني سیدی صاحب. بلی بله، و هم دا زموږ نظر نه دی، دا د چارو د څارونکو نظر دی. هغه وایي و مهرباني. ما خواهی کردم که به دلیل دلایل دارم از دبای مسئله. مهرباني. اول امروز ملا برادر هم از لاهور به کراچی رفتم با هیئتی که با مقامات پاکستان راجع به سفر آقای غنی ببینه و چی مشوره کنه. یک. اما شما میدونین وقتی که یک رئیس جمهور به کشور سفر میکنه، بهترین سفر او است که در کشورش امنیت باشه، صلح باشه، آرامش باشه، میتونه از یک آدرس قوی گپ زنه. هرگز آقای قنی روزی نخواهد بود که از کشور به امریکا سفر کنه که 83 روز مدو از دست داده باشه، امنیت به دروازه کابل رسیده باشه. بنام باور ندارم که خود آقای قنی این کار کرده باشه. این که امور رسال یک گپ میگه که یک خطی باریکی هست، یک خطی باریکی هست، بیچاره ها میرن ندارن چی بگویند. ما شما میدونیم آیا یک رئیس جمهور حاضر هست که به ظرف دو هفته 80 روشوالیش از دست بره، امنیت به دروازه کابل برسه، اینقدر تلفات بده، در سطح ملی و بین المللی بدنام شه، کشوری که همین لحظه اکثر مردم دست به صلاح بردن؟ شما میدونین قربون میخوام این صلاح ها درست است در شرایط حال شاید یک ضرورت باشه، اما در دراز مدت یک مشکل بزرگیه که میتواند مردم بگیره. بله.
بل سیدی صاحب آن دست به کشور دیگر اعتراض نمی کنند. اگر این کار ضرورت بود چرا میلیاردها دلار مصرف کنید؟ این به خیلی خطرناک و خیلی ماجراجوی است. بله سیدی صاحب، ما مخکې یادونه وکړله چې څه فکر کوئ ولسمشر غني به ډیر پوکس پر څه شي کوي، ډیر ټینګار به پر څه شي کوي چې غواړي د امریکایانو کینات ترلاسه کړي او د هغوی رضایت ترلاسه کړي؟ غواړي به پر څه موضوعاتو باندې ستاسې په باور باندې هلته له امریکایي چارواکو سره دی بحث وکړي؟ بدون تردید آقای غنی اگر به دست آقای غنی باشه، به آرزوی آقای غنی باشه، بسیار خوش است که امریکا بگویه که شما 3-4 سال دیگر به قدرت نگاه کنیم، از شما حمایت میکنیم، قوای ما در افغانستان میمانه. اما این کار زمان شده میتونه که استراتژی ها واضح باشه. من مسئولانه براتون میگم، از روزی که خلیلزاد پروژه صلح شروع کرده، آقای غنی و حامیانش نمیدن پشت پرده چی بازی روان است، امریکا چی میخواه، بازی های منطقه و فرا منطقه چی است. بلند من باور دارم که این جرأت رو آقای غنی نداره که به امریکا بگویه که از ما چی میخواهیم، ما چی کرده میتونیم، توان ما چی است، بلکه امریکایی ها هدایت میدن او را پس میان به فارس ها. و چه فکر کوی امریکایان به چه هدایت ورته وکړي، چه غوښتنه به ورڅخه وکړي، چې څه باید ترسره کړي؟ به د امریکایانو غوښتنه به څه وي؟ من قبلا عرض کردم که به آقای غنی گفته میشه که به خاطر صلح شما مشکل ایجاد کردیم، فرصت های زیادی را از دست دادیم، دیگر حوصله ما تنگ شده، ما قوت خود از افغانستان بیرون میکنیم. بلند شما باید دیگه مانع ایجاد یا تشکیل حکومت عبوری نشید، به یک اجماع به خاطر تشکیل حکومت عبوری برسیم و ما کوشش میکنیم که طالبان هم به یک نوع حکومت عبوری را بپذیرد. دیگر پیام آقای باید به آقای غنی ندارد. بله، او کچیر امریکایان دا غوښتنه ورڅخه وکړي، څومره د عملي کېدلو امکان شته چې ولسمشر به دا څه ورسره عملي کړي؟ په تیر کې څه چې امریکا غوښتلي دي د چارو څارونکي په دې باور دي هماغه څه غني ترسره کړي دي؟ دا ظلم فکر کوي که امریکا کومه غوښتنه وکړي غني ورسره مني او عملي کوي؟ خب اگر ما به گذشته آقای غنی نگاه کنیم، بدون تردید اون چی که امریکا بگه میپذیره. بله، رها نکردن علس حقانی برش خط سرخ بود، آزاد نکردن 5,500 طالب خط سرخ بود. بله، با یک اشاره امریکا عملی کرد یا نکرد؟ بلان اگر شما بگون که چیزی آقای غنی میگوین و او عملی نمیکنه، افغانی خانم شما اشتباه میکنید. چیزی که بگوین برس همه قدر بگی یس 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 سر یس سر یس سر بس همه قدر بکنید. بله، یعنی فکر کوي که د یو اړخ څخه د ولسمشر غني دغه سفر چې امریکا ته یې کړی دی ګټور دی، ځکه د سولې پروسې ته ګټه رسولی سي؟ تاسو په همدې باور باندې یاست که څنګه؟ ببینین دور است، به نفع آقای غني نیست. شاید بتانه جنگ ها فروکش کنه به خاطر ساختن حکومت عبوری یا موقت، ولی به ادامه حکومت آقای غني به نفعش نیست. او یو بل اندیشنه چې له پاکستانی چارواکو سره ورسره و، تاسو هم په دغه تیرو څو ورځو کې اوریدلی چې پاکستانی چارواکو په بیا بیا باندې څرګندونې کړي دي او ویلي و چې ولسمشر غني که چیرې واشنگټن ته ځي، هملته واشنگټن کې باید د پاکستان ضد څرګندونې ونکړي او داسې ونه وایي چې پاکستان د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي یا په افغانستان کې جګړه روانه ساتلې ده. فکر کوي ولسمشر غني به د پاکستان پر وړاندې کومې څرګندونې عملته په واشنگټن کې وکړي او که څنګه؟ شناختی که من از آقای جو بایدن دارم در گذشته که معاونی بارک اوباما بود، آقای بایدن از پاکستان شناختی کامل داره و طرفدار پاکستان هم است. آقای بایدن هرگز ارزشهای پاکستان و افغانستان بدل نمیکنه. من میگم حاجت نداره که آقای غنی بگوید پاکستان از ترهگری دفاع کنه. امریکا استخباراتی داره که نشانه های به کره مهتاب میبینه که اونجا آب هست یا نیست. امریکا نمیدانه که قرارگاه افغانی در کجا است، ملا هیبت الله در کجا است، گروه توست. این گپا است که فلانی بگو یا نگویه، کل مردم افغانستان میدانه، امریکا از ما کده بیشتر میدانه، درستر میدانه، حاجت به گفتن آقای غنی نیست. ولی درست است، شاید آقای غنی بگویه که شما پاکستان رو سر میز مذاکره بیارید، سر میز در قدم اول حرفای را که چند وقت پیش علی پاکستان آقای محب گفت، حرکتایی که وجود داره، پاکستانی ها دیگه حاضر نیست که با این رهبری حکومت قلبا کمک کنند. در ظاهر میگویند که میکنیم، اما حاضر نیستن به این رهبری کمک کنند.
بله دا چې ولسمشر غني ډېری کسان په دې باور باندې دي چې د سولې او پروسې ته یو ډول خنډ جوړ کړی دی او امریکا به هم همدغه غوښتنه ورڅ کوي په ځانګړې توګه باندې جو بایډن به دا غوښتنه ورڅ کوي چې له طالبانو سره باید سوله وسي او وروسته تر سولې بیا د امریکا مرستې له افغانستان سره دوام لري نو ولسمشر لاسته راوړنه به د دې سفر څخه څه وي دی به څه لاسته راوړي چې سفر یې کړی دی او بېرته افغانستان ته رسنیږي سخن ما اگر تکراری نباشه آقای غنی اگر بدانه که من به قدرت میمانم یا در رأس حکومت عبوری قرار میگیرم به زودترین فرصت صلح میکنم مشکلی نداره آقای غنی به خاطر مانع صلح هست که به خاطر اعلامه قدرت خود تلاش داره اما طالبا چرا جنگ دوام میکنند؟ طالبا هم حاله به پروسه صلح باور ندارند طالبا میگن اگر ما در صلح یک جا شیم بخشی از قدرت میشیم نصفی از قدرت میشیم 50% میشیم طالب حالا میخواه کل قدرت بگیره در حال حاضر نه طالب با اون قراردادی که با امریکایی‌ها کرده وفادار مانده و نه آقای اشرف غنی به خاطر صلح وفادار است هر دوش جز از مشکل هستند نه راه حل که استاس همدغه اندیشنه چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان نه غواړي له حکومت سره یو ځای سي او نه غواړي د حکومت یو جز یا یو برخه سي طالبان غواړي چې د جګړې له لارې ټول واک ترلاسه کړي که ولسمشر یا افغان پلاوي چې اوس امریکا ته تللی دي همدغه مسله هلته مطرح کړي فکر کوي د امریکایانو کینات به ترلاسه کړي که څنګه امریکایي‌ها با فشار در پاکستان با فشار با قطر با فشار با طالبان توان یزید دارن که طالبان را سر میز مذاکره بیارن اگر ما بگویم شما ببینید امروز اگر در کانادا در انگلیس در فرانسه کشور دیگه در امریکا یک فرد کشته میشه چقدر جامعه جهانی هومنگرایت سر و صدا بارا میشه روزی صدها نفر از هر دو طرف در افغانستان کشته میشه امریکایی ها خمی به ابرو نمیارن به چی معنا که حوادث میبینن نظارگر هستن بیدار سیم میکنن که کی قوت داره کی زور میشه امریکا هر روز سقوط روسیه رو نمیبینن هر روز خبر ندارن ایران میبینن و از طرف دیگه دنیا هم حالا میبینه که طالبی که دیروز دین میگفت خدا میگفت الله اکبر میگفت مطرح نبوده قدرت مطرح است بنا طالب وقتی که حالا روسیه رو دیده چی میگه آسته آسته روسیه رو میگیریم معاصره اقتصادی میکنیم کابل شهرهای بزرگ مردم از مجبوریت علیه حکومت بغاوت میکنن استادگی میکنن ایوازی که نیمی قدرت میگیریم ایوازی که نیمی نان سیماشه کل نان چنه سیماشه اونا چون ضعف و ناتوانی های درون حکومت میبینیم این همی جمهوریت که آقای قینی میگه جمهوریت غیر از خودش مارد با عبر رساله و خانمش فضلی دیگه جمهوریت چی معنا داره؟ جمهوریت کی هست؟ یعنی جمهوریت چهار نفر یا سه نفره ببینین افغانستان ملت بزرگیه حکومتی که با دی دی آر تا 20 سال مردم خلی سلاکت حالا پس به نقطه رسیدی که آغاز کرده بود شما این قضاوت میکنید من امیدوار هستم شما جورنالست های قابل احترام دوست داشتنی همین که چند اون چه مردم سرا گرفته یک ضرورت است من تبدیل در کنم یک ضرورت است بخاطر دفاع اینا را دیگه دولت هر دولت که بیایه میتونه خلی سلاک کنه سلاح از اینا را گرفته میتونه آیا خطر جنگ داخلی وجود نداره که وجود داره برای احساس کنیم که دستای وجود داره که کشور به طرف یک بحرانی امید میرود من نمیخوایم او را بگویم باره بله سیدی صاحب همدغه اندیښنه چې تاسې لرئ یاست چې په افغانستان کې جنګي ډلې بیا وسله والې کېږي او په افغانستان به بالاخره خدای مکه د یو کورنۍ جګړې و لوري ته ورځي څه فکر کوئ د امریکا څه غواړي امریکا هم همدا څه غواړي چې په افغانستان کې یو کورنۍ جګړه رامنځته شي که څنګه میترسم که خیلی راست گفتن تاوان نکنه ببینیم من فکر میکنم تصوری هست که آسته آسته تلاش صورت میگیره که افغانستان مرکز تروریسم بشه جای طالب داعش و القاعده و گروه های دیگری بگیره از طریق افغانستان بتانه کشورهای آسیای میانه را تحت کن با مشکل ایجاد کنن مواجه کنن اقتصاد چین را سد شوند یعنی رشد اقتصاد چین جلویش بگیرن این یک بازی کلانیه ولی توسط میدان افغانستان اجرا خواهد شد این بازی که طالب میتونه دو هفته 80 ارسولی را بگیره سلاح پیشرفته داره مهمات داره یک مالات داره یک بخش دیگر هم شما ببینید 82 ارسولی و 83 ارسولی را شما فکر میکنید کم اینا طالب است نه از این حاکمیت یعنی حاکمیت اشرف غنی
مردم خیلی آزرده هم متاسفان اکثر با تاروا هم کاریم کنن اکثر با تاروا پیشنوی کنن اماشون کمک کنن چون مردم خیلی آزرده هم از رشوت، از اختلاس، از بیداریگی و بالاخره از خیانت های حکومت او سیدی صاحب یو بل پښتنه چې ډیر زیات مې مده او ممکن د ډیر زیاتو کسانو سره مور سره ای ستاسو په یاد دی ولسمشر البته د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د طالبانو سیاسي دفتر لمشر ملا برادر سره ټلیفوني خبرې وکړلې او د ملا برادر یو ویډیو کلیپ هم راووتی وی چې ویل به ما ټلیفون پر کاټ کی او همدارنګه دغه وسنۍ سفر چې ولسمشر غنی کړی دی په داسې حال کې چې نه له طالبانو سره بایدن کومې اړیکې نیولی دی ټلیفوني نه خبرې ورسره کړي دي نه د پاکستان صدراعظم ته د سفر بلنه ورته ورکړې ده نه نور هغو هیوادونو ته چې امریکایي ځواکونه شتون پکښې لري مثلا عراق بلنه یې نه ده ورته ورکړې چې هغه ورسه ورسره وویني افغانستان ته توجه کول څه معنا لرلی سي په لنډو ټوکي کې ویاست نه من یا توجه نمی دارم من گفتم که آقای غنی زیاد اصرار کرد توسط اشخاص افرادی از ما دعوت شده شده موجود یک اصرار است و از طرف دیگه من براتون میگم که همین جو بایدن کار رئیس جمهور امریکای همین مجموعا شش دفعه به افغانستان سفر کرده به پاکستان سفر کرده به بادکیس رفته من از ولایت کور و همین جو بایدن به کور آمده به شیندن رفته این کل خاک افغانستان بلد است شما صحبت های جو بایدن بار شنیده باشین که گفته طالبا مشکل افغانستان مشکل ما نیست مشکل ما نیست امنیت مشکل افغان های مشکل ما نیست جو بایدن یک زمانی همراه آقای کرزی آمده بود به دفتر آقای کرزی شخصی آقای کرزی به قصه کرد که وقتی که برنج میخورد اونقدر عصبانی بود که شما علی پاکستان گپ بزنید که بشقاب برنج او طرف انداخت که چرا شما علی پاکستان صحبت میکنید بلن جو بایدن کسیه که در حمایت پاکستان است نه در حمایت اشرف غنی اینو با ما و از طرف دیگه که جو بایدن خیلی تماس نمیگیره کمتر صحبت میکنه یک آدم 89 ساله است یک پیر است سیاست های جو بایدن زیادتر تعداد اعضای از کنگرس میکنن وزارت خارجهش میکنن از نگاه انرژی که آدمی 79 ساله است توان خیلی دفاع نداره حتی در راه و رفتن مشکلاتی داره که ایره داخل کنگرس چون امریکا یک کشوری که کنگرس اداره میکنه اصول اداره میکنه نه که آقای بایدن خیلی آدم پیر و ناتوان شده بله او د ورستۍ پښتنې د سیدي صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه باندې که راته ووایاست د نورو هیوادونو وګړي چې کله سفر کوي البته مشران یې چې کله سفر کوي دوی ډېر زیات ورته خوشبینه وي افغانان څومره ودې سفر ته خوشبینه واوسېږي فکر کوي افغان چارواکي به وتوانېدلی سي چې اگر ما ناتوان نمی بودیم بیچاره نمی بودیم توان می داشتیم خودکفا می بودیم عزت می شدیم برای وقتی که دست آدم محتاج است گدا را کسی خیلی عزت نمیکنه دیر زیاد من نکو سیدی صاحب کور موادان چی زمر سره مو په بحث کې برخه را سره واخیستل د کابل نیوز د ډیالوګ خبرونه کې درمنو لیدونکو د نن لپاره مو ډیالوګ خبرونه هم دومره ویل ملتیا مومنه کوم تر بیا پر خدای سپارم تعالی پامه